با دردها و بیماری‌های خود خداحافظی کنید. سلامت و آرامش خود را در محصولات کاملا گیاهی میترا هلت بجویید. محصولات میترا هلت برای پیشگیری از ابتلا به بیماری‌ها از کودکی تا کهنسالی همراه شما است. ارسال به تمام نقاط دنیا. آرامش و سلامت خود را در دستان دکتر میترا ذکریایی بجویید. تلفن سفارش 415-450-50-44. میترا هلت. www.mitrahealth.com. هر کجا هستید آرامش را به زندگی دعوت کنید. جوانی و زیبایی حق شماست. من دکتر میترا ذکریایی برای رسیدن به یک زندگی شاد، آرام و سالم همراهتان خواهم بود. با درودی به زیبایی عشق و با سپاس از اینکه یک بار دیگه با لبخند شیرینتون منو تو این برنامه همراهی میکنین و همینطور نیروی مثبتتون تشکر میکنم، سپاسگزاری میکنم و همونطور که میدونید برنامه های من هر روز، هر هفته، یعنی روزای چهارشنبه ساعت 6 بعد از ظهر به وقت کالیفرنیا تو کانال پارس، بازپخش این برنامه فردا ساعت 5 صبح به وقت اینجا و 4:30 صبح به وقت ایران، شنبه 3 صبح به وقت کالیفرنیا، 2:30 بعد از ظهر شنبه به وقت ایران. امروز هم که 9 نوامبر 2016 و یک روز از روز رای گیری میگذره. دیروز هم اکثر شماها در امریکا البته به پای صندوق های رای رفتین و رای دادید. به هر حال امروز همونطوری که میبینید من هیچ چیزی دو طرفم ندارم که بهتون معرفی کنم، نیاوردم. دلیل داره. خیلی جالبه یک دو دقیقه اینو براتون تعریف کنم. من از هفته گذشته رو حساب اینکه با کسی که کمپانی که تلویزیون و اینترنت و تلفن و اینای خونه رو داشت اینقدر اذیت کرده بودن که همه رو قطع کردم. یعنی خونه همه چی قطع بود. یعنی کسی که بیاد خونه من نه اینترنت دارم، نه تلویزیون، نه تلفن فعلا. ولی امروز از دیروز گفتن که برق ها امروز قطع میشه. خب ما میدونستیم امروز قطع میشه ساعت 8:44 دقیقه صبح برق ها رفت. خب ما میدونستیم امروز برق نداریم تا غروب. که من برای یه کاری خوشبختانه قبل از اینکه بخوام بیام اینجا بعد میرفتم بیرون یه جایی ظهر مثلا، دیدم ای بابا وارد گاراژم نمیتونم بشم. چرا؟ چون گاراژ با برق کار میکنه. بنابراین من اصلا ماشینم رو نتونستم بیارم. یکی از دوستای نازنینم به من یه رایدی داد، یعنی من رو تا اینجا آورد و اگه لطف کنه منم برگردونه، چون راه من تا خونه زیاده. بنابراین هیچی نیاوردم، اصلا ماشینم امروز ندارم دیگه، نه برق، نه تلفن، نه هیچی. قرار تلفن دستیم کار میکنه، میتونید زنگ بزنید. به خاطر همینه که اینا چیزی با من نیست. به هر حال از تلفن هاتون ممنون، سپاسگزار و میدونید که سوالاتون رو من همینجوری مینویسم و میارم اینجا جواب میدم. فعلا این درود بر شما. بفرمایید. الو دکتر متخصص، حال شما؟ مرسی، خیلی ممنون. شما خوب هستین؟ بفرمایید. بله بله بله، من خوبم. بفرمایید. من سوال دارم با شما. خانوم چه قاوزو پوکی اتخاب میگه و آقای خیلی دیر. آه چشم، برای تو میگم. مرسی مرسی، خیلی خوشحال شدیم که زود خط من رو گرفتین شما. خواهش میکنم، خواهش میکنم. مرسی از تلفنتون. گفتن که خانوم ها چرا زودتر از آقایون پوکی اتخاب میگیرن. یه مقدار زیادیش بستگی به، خب استخوناشون هم ظریف‌تر هست که این هست، ولی به خاطر زایمان، به خاطر پریود، تمام اینا باعث، مخصوصا زایمان باعث میشه که مقداری از کلسیومشون رو از دست میدن و به خاطر همین زودتر پوکی استخوان میگیرن. و از طرف دیگه خب آقایون شاید بهتر به خودشون میرسن. نه،
آقایون بیشتر حرف گوش میکنن که چه چیزایی براشون خوبه و چه چیزایی خوب نیست بعضی مواقع، شاید به این دلیله، ولی در کل یکی از دلایل مهمش زایمانه که، ولی در عوض آقایون ناراحتی قلبی بیشتر از خانوما میگیرن تا سن 40 سالگی، تا خانوما وقتی که دوران مناپازشون شروع میشه اون وقت خانوم ها بیشتر میگیرن، ولی تا قبل از این که مناپاز بشن آقایون ریتشون خیلی بالاست. ولی خب بله، ببینید کلسیوم وقتی که میاد پایین، وقتی که مخصوصا تو خانوادهمون داریم، یه مقدار زیادش هم ارثیه دیگه، نه وقتی که داریم ما باید هر چیزی رو که ارثی هست، هر چیزی رو که میبینیم مادرمون، پدرمون، مادر بزرگ، پدر بزرگ، دو طرف خانواده دارن، ما باید خیلی مواظب باشیم رو اون قسمت‌ها بیشتر و قوی‌تر کار بکنید. من همیشه خودم میگم مادر من آرتروز داره، مادر من پوکی استخوان داره، من الان سالهاست خیلی حواسم هست چیزایی رو بخورم و درست بخورم که بدنم جذب کنه، اگه قرار آرتروز بگیرم یا پوکی استخوان دیرتر بگیرم. این حداقل کاریه که میتونم بکنم و خیلی هم مهمه. اگر این کارو بکنم خب خیلی موفقم. نه همینطور برای شما، همیشه من میگم بهتون قبل از اینکه پوکی استخوان بگیریم، قبل از اینکه آرتروز بگیریم، جلوش رو بگیریم، اینو به عقب بندازیم. به هر حال سن که بره بالا به خاطر استفاده از مفاصل این مسائل پیش میاد، پوکی استخوان یا آرتروز، دردهای مفاصل پیش میاد، اینو عقب تر بندازیم با درست تر زندگی کردن. درود بر شما، بفرمایید. الو، درود بر شما خانم دکتر. من میخواستم از شما سوال بکنم، روغن دانه سیاه، بله، یه مدت که دارم میخورم میبینم کاملا اشتهای غذامو از بین برده، این نشانه خوبه یا نشانه بده؟ شما اشتهای غذاتون خیلی زیاد بود، چاق بودین؟ نه چاق نبودم، ولی خب اشتهای غذا. آخه شما برای چی روغن سیاه دانه رو میخورین؟ روزی چقدر میخورین؟ روزی یه قاشق. قاشقه؟ چای خوری، مربا خوری، غذا خوری؟ مربا خوری نه، یه مقدار غذا خوری، ولی یکی بعض وقتا مربا خوری، ولی الان دیگه کردم مربا خوری. اول یعنی هر روز هفته میخورین؟ بله هر روز. الان براتون میگم، چشم. بله مرسی، خواهش میکنم. من خطا رو دیر گرفتم، قطع شد، ببخشید. به هر حال ببینید، حواسمون باید باشه هر چیزی که خوبه بیش از حد نمیتونیم استفاده بکنیم. بیش از هویج خیلی خوبه برای چشم، مثلا بتا کاروتئین داره، هویج تا یه حدی خوردنش خوبه، بیش از اندازه بخوایم بخوریم نمیتونیم. الان موقع اناره، این میوه بهشتی و واقعا خوشمزه است، پر از آنتی اکسیدنته، پر از ویتامینه، پر از مینراله. خب چقدر خوبه برای خونمون، چقدر ناراحتی رو از بین بره، ولی نمیتونیم تو یه حدی باید بخوریم، بیش از اندازه هیچ چیزی رو نمیتونیم بخوریم. روغن سیاه دانه خیلی خوبه برای مو، خوبه برای مفاصل، بمالید رو مفاصل خوبه، ولی هر روز بخواید یه قاشق غذاخوری بخورید زیاد عقیده خوبی نیست. درود بر شما، بفرمایید. درود بر شما جانم. آقای دکتر، خانم دکتر، بفرمایید. خواهش میکنم، بفرمایید. خودم هستم. خودتون هستم؟ بله هستم. خواهشی داشتم از شما، میبست اینکه خیلی وقتا فارسی هم صحبت نگردم، لحجم هم فراموش کردم. من بیماری پوکی استخوانی دارم. بله. تمام بدنم آرتروز داره، برسای آرتروز اینا بدا کداین اینا میخورن. خب اصلا من بعد از این راز زنگ زدم که یک کرمی میخواستم به صورت هم. بله. صورت هم تمام لکهای قهوه‌ای رنگ، روبینی هم، بله، روی گونه هم، بله، این کرم هم میخواستم فکری. چشم. یک کرمی که اگر باشه، این که
زیر چشمان پف کرده قرمز رنگ. بله پف کرده اصلا پف کرده. چشم براتون میخواین از تلویزیون گوش کنی؟ بله خواهش میکنم الان براتون میگم. درود بر شما بفرمایید. درود بر شما بفرمایید. الو جانم بفرمایید. تلفن ها امروز جانم تو خواستم خود سیادانه. خب سیادانه رو به من یکی گفت من خریدم ولی میشه خورد چجوری میشه خورد چجوری میشه. چشم الان براتون میگم الان براتون میگم. و یکی دیگه من چه آرتریتیس شدید دارم هم زانو هم کمرم و این روغن مایه هست برسه روغن مایه کپسولای واس کپا خیلی خوبه روزی چند تا میتونم بخورم. چشم الان براتون میگم. درود. من مثل اینکه تلفن ها رو قطع میکنم نمیدونم. به هر حال ببینید در مورد روغن سیاه دانه، روغن سیاه دانه برای مالیدن روی پوست خوبه، برای مالیدن روی درد خوبه، برای مو خوبه، یه مقداری هم حالا اگه با حالت فود گریدش باشه برای خوردن. ولی در مورد سیاه دانه، خود سیاه دانه اگه بخواین استفاده کنیم خود دانه رو باید حتما پودرش بکنید، به صورت دانه استفاده نکنید چون هیچ تو بدن جذب نمیشه. به صورت پودرش کنید، عین چاشنی تو غذا بریزید، تو سالادتون مخصوصا بریزید بخورید، اون بسیار خوبه، خیلی هم خوبه. سیاه دانه رو بهش میگن دانه مبارک، اینقدر برای همه چیز مؤثره، درست مثل سیر. دوست عزیزی گفتن که البته به همون آرتروز پا هم که گفتم دارن، آرتروز کمر دارن، با اون خانومه که قبلا گفتن با هم یه بارکی میشه جواب داد. ببینید آرتروز همونطور که قبلا هم داشتم میگفتم با بالا رفتن سن دردهای مفاصل به خاطر سائدگی های مفاصل و خب یه مقداری ارثی، یه مقداری خودمون بی توجهی کردیم، اینا زیاد میشه. یکی از اولین چیزهای اولین مسائلی رو که ما باید رعایت کنیم وقتی که درد مفاصل داریم وزنمونه. ببینید هر پوندی که من اضافه بشم 2 پوند به هر زانوم فشار میاد، 3 پوند به هر استخون لگن. شما فکر کنید وزن چقدر مهمه تو دردهای مفاصل. خب پس اولا وزن ما باید از اونی که هست، یعنی زیادی وزن نداشته باشیم، هرچی وزنمون کمتر باشه بهتره برای دردهای مفاصل، خب مخصوصا زانو لگن کمر. خب چون این استخونه بیچاره باید این همه کوهی از گوشتی که داریم رو بکشه، هرچی کمتر راحت‌تر. غذایی که میخوریم باید بیشترش از سبزیجات و میوه‌جات باشه. البته کسانی که بیماری قند دارن قسمت میوه‌جاتشو نمیتونن عمل کنن زیاد. فکر نکنن که من اینجا گفتم میوه‌جات، اونام چون برای آرتروز خوبه نه. یعنی منظورم اینه که بیشتر از 100% غذایی که میخوریم بیشتر از 50%ش خام باشه، غذای زنده باشه، بقیهش غذای مرده، پخته و سرخ شده و اینا، آب پس، حالا هر چیزی که هست مرده باشه. این از نه. بعد زردچوبه یا همون اوکانی که من دارم عصاره زردچوبه است. شما اون بهترین چیزه برای شما، بهترین مسکنه براتون. به جای این که ببینید آرتروز وقتی که من گرفتم خوب نمیشه، آرتروز خوب نمیشه، خب میمونه برامون. تنها کاری که میکنیم، همه این حرفایی هم که ما میزنیم اینجا برای اینه که اینا تو همین حد نگه داریم و دردی که میکشیم کمتر بشه، نذاریم پیشرفته بشه. خب هممون یه جایی درد میکنه. خب پس غذای چیز آرتروز و اوکان بسیار بسیار مفیده، به دلیل اینکه جلوی تورم رو میگیره. خب بسیار، البته این عصاره 150 تا کار در بدن میکنه. یکی به کبد کمک میکنه، به قند کمک میکنه، به فشار خون کمک میکنه، به درد کمک میکنه، به کلیه کمک میکنه. خب به روده ها کمک میکنه، اونایی که ناراحتی روده دارن. اینم یکی از کارهایی که میکنه. درود بر شما بفرمایید. جانم بفرمایید. صدای تلویزیون اگه میشه لطف کنید یه ریزه کم کنید. جانم بفرمایید.
حالا میبخشید مطب خانم دکتر ذکریایی مطب اینجا تلویزیونه بفرمایید استودیوه دیگه بله بله آقا بفرمایید آره من میخواستم با ایشون صحبت کنم یه موردی بود بفرمایید خودم هستم لطف کنین صدای تلویزیون اگه میشه کم بکنید که صدای من سریع‌تر و بهتر برسه خواهش میکنم حتما دارین تلویزیون صداش کم میکنین؟ بفرمایید الو بله آقا بفرمایید بله من با خانم دکتر میتونم صحبت کنم؟ بله آقا بفرمایید خواهش میکنم خودم هستم بفرمایید چی کار میتونم بکنم براتون؟ عرض کنم که خانم من معذرت میخوام موی سرم الو؟ بله آقا بفرمایید صداتون خیلی خوب میاد بفرمایید موی سرم رو وقت میشورم با این شامپوی معمولی بعد از 24 ساعت شروع میکنه به خارش بله بله الان براتون میگم الان اتفاقا راجع به مو میگم براتون و میریزه موهاتون کمه؟ موهام نمیریزه مو من 83 سال دارم آه. دو سوم موهام ریخته بله الان براتون میگم آقا حتما در مورد شما به خصوص همین الان میگم ببینید وقتی که سنمون تا از یه حدی بالا میره خب بدن خشک میشه بدن چربی ترشح نمیکنه وقتی که خشک میشه شروع به خارش میکنه پس در مورد شمای به خصوص خشکی بدنتونه که سرتون میخاره قبل از حموم خواهش میکنم قبل از اینکه موهاتونو بشورین یه کمی با روغن کرچک یا هر چیزی که دارید یا روغن آووکادو سر پوست سرتون رو یه کمی چرب کنید بشورید از همه هم اومدیم بسیار کم روغن بزنید این خارش از بین میره درود بر شما بفرمایید با من هستین؟ بله عزیزم بفرمایید سلام خسته نباشین درود جان من سوال داشتم در مورد روماتوید آرترایتیس بله من 44 سالمه جدیدن دکتر تشخیص داده که من روماتوید آرترایتیس دارم و میخواستم ببینم با طب گیاهی من میتونم چیزی استفاده کنم که جوینت دمیج مقدار جلوگیری کنم یا میدونم که خوب نمیشه بله چه کار میتونم انجام بدم چشم. بعضی وقتا دستام درد داره بعضی وقتا زانوم درد داره یعنی که اول درد توی بدنم در حال چرخشه بله درسته چشم الان براتون میگم خواهش میکنم بعد ببخشید سوال دیگه شدیدن موهام میریزه میتونه ارتباطی به همین آتو ایمیون دیزیز داشته باشه یا نه بله ولی الان براتون میگم تیرویدتون خوبه؟ جانم تیرویدتون خوب کار میکنه؟ من خودم فکر میکنم مشکل داره اما دو مرتبه تا حالا تست تیروید دادم میگن مشکلی نداره اما وزنتون چطوره؟ وزنتون بالاست؟ یا بی خود کم میشه؟ A4 هستم تقریبا 125 پوند آه اوکی من اگه یه هفته مواظب غذا خوردنم نباشم یعنی میتونم 8 تا 10 پوند اضافه کنم یه هفته یعنی فقط اگه 3 تا میل در روز بخورم 2-3 تا اسنک معمولی تقریبا 8 تا 10 پوند اضافه میکنم اوکی عصبی هم هستین؟ یه مقدار بله بله چشم الان براتون گفتین چند سالتونه؟ 44 تا چشم حتما براتون میگم خیلی ممنونم خواهش میکنم خواهش میکنم درود بر شما بفرمایید درود بر شما من میخواستم ازتون خواهش کنم خواص زنجبیل یا آبشو بگیرن بخورن چه چیزهایی داره چه فایده بله، داره چش. و چه داره چشم بله براتون میگم درود بر شما بفرمایید درود بر شما بفرمایید قطع کردم الو من هستم نه قطع نکردم جانم بفرمایید خانم دکتر من 62 سالمه بعد یه مشکلی برای چشم راستم پیش اومده یه 2 هفته پیش یه خط مشکی انگار اومده رو چشمم یه 5 دقیقه بعد این محو شد بعد من رفتم دکتر چشم پزشک هر جور معاینه‌ای کردن عکس و اینا گفتن هیچ مشکلی نیست این
حتی که من قند دارم گفتن حتی قند اثر نداشته روی چشمت. ولی بعد اینکه از دکتر برگشتم الان یه سیاهی خیلی کوچیک گوشی چشم راستم همیشه میبینم. میبینید؟ بله. و هوا با چشتون اینطوری حرکت میکنه، انگار یه برق یه پشه مثل جرقه تو چشمم هست. بعد نمیدونم دیگه باز باید برم دکتر یا نه، یا اینکه این برطرف میشه خود به خود. الان براتون میگم. و الان اگر چیز گیاهی برای مثلا این حتماً. چشم یه قطره چیزی اگر شما میدید به من بگید. خیلی ممنون. گفتیم بیماری قندم دارین؟ قند دارم ولی خیلی بالا نیست، تازه شروع شده. مثلا صبحگاهی 140 اینا میشه، یه دونه قرص میخورم برای قندم. بله چشم. درود بر شما، بفرمایید. سلام علیکم خانم. درود بر شما، سلام از بنده، بفرمایید. من از کالیفرنیا تورلاین زنگ میزنم، از اونجا چشم خواستم بگم برای من وزنم 145 پونده، لاغر خوبم اما شکمم بزرگه، میخوام کار کنم که لاغر بشه. شما چند سالتونه؟ من 70 سال. 70 سالتونه، چشم، براتون میگم. یکم برای سرم خیلی میخوره. سرتونم میخوره، چشم. خیلی ممنون، متشکرم، خدا. درود بر شما، بفرمایید. سلام علیکم خانم دکتر، میبخشید من حالا خدمتتون زنگ زدم و در مورد خارش موی سر. بله بودید که روغن کرچک یا آووکادو بمالم قبل از شستن و بعد از شستنم فرمودید که یک کمی روغن بمالم، ولی نگفتید چه روغنی بمالم. بله چشم، الان براتون میگم. ببینید همون روغنو، دقیقا همون روغنو، و در ضمن خوردن روغن هم مؤثره. شما باید روغن خوب بخورید، باید روغن خوب بخورید، یعنی اومگا 3 بخورید به صورت روغن، نه به صورت پودر، نه به صورت کپسول، به صورت روغن. یک قاشق روغن اومگا 3 رو باید بخورید، یا شب قبل از خواب یا صبح که از خواب پاشدید. این بهتون کمک میکنه، بدن رو چرب نگه میداره. خب روغن چرب ما احتیاج داریم و مخصوصا که سنمون میره بالا. ببینید من گفتم روغن کرچک حتما اون نیست، یا روغن آووکادو حتما نه، یا روغن نارگیل حتما نه. هر روغنی که به پوستتون میخوره، خیلی کم به سرتون میذارین بمونه، موهاتون رو میشورین، ولی روغن اومگا 3 رو حتما باید بخورین. در مورد ریزش موها، باز هم من چیزایی که باید میآوردم بهتون نشون میدادم که نشد که بیارم به خاطر نبودن برق، یه سری محصولات هست که جناب آقای بهبهانی از استرالیا زحمتش رو کشیدن و اصلا اختراع کردن، در حقیقت کشفش کردن اینا رو که چطور برای دمودکس ها خوبه، یعنی برای مایت های زیر پوست خوبه. و ما وقتی که تجمع این مایت ها در زیر پوست سر ما زیاد بشه، باعث ریختن پوست میشه، مو میشه، باعث خراب شدن پوست صورت، دست، همه اینا میشه و هیچ ضرری هم نداره. تمامش از مواد گیاهی درست شده، مواد بی ضرر درست شده، بی ضرر گیاهی درست شده و تمام دنیا دارن استفاده میکنن و راضی هستن. آفتهای مو رو از زیر پوست ما میاره بیرون و اون آفتها رو که این هفته هم نشون نمیدیم، هفته دیگه این هفته استراحت بکنید از دیدنشون که نبینیدشون، و اونا رو از بین میبره که اونا باعث خارش میشن و اونا غذای موی ما رو میخورن. حالا خواستیم با من تماس بگیرید. در مورد آرتروز هم همونطور که گفتم شدیداً باید مواظب مواد غذایی که میخورید باشید. هممون باید باشیم. شما مخصوصاً بیشتر مواظب وزنتون باید باشین. ببینید استخون بندی خیلی مهمه. وزن تنها ممکنه من با یه کسی که فوق العاده از من لاغرتره هم وزن باشیم، یا همینطور خیلی از من چاقتره. بستگی استخون وزن زیاد داره. کسی که استخون ریز استخونه با متوسطه با استخون درشته فرق میکنه. خب کسی که استخون ریز داره 140 پونده با کسی که استخون درشت داره و 140 پونده خیلی فرق میکنه. اون که استخون ریز داره چاقه، ولی اونو که استخون درشت داره نه. بنابراین خیلی باید حواستون باشه وقتی که میگم وزن، خودمون میفهمیم
که وزنمون زیاده یا نه، از همه بهتر خودمون. بعض وقتا اشتباه میکنیم، لاغر هم هستیم، فکر میکنیم چاقیم همیشه. مخصوصا خانوما خیلی این ناراحتی رو دارن، همیشه فکر میکنن چاقن، ولی وقتی که این اضافه وزن باعث اذیت میشه تو راه رفتن، اذیت میشه تو کار کردن، اون موقع است که باید جلوشو بگیریم. درود بر شما، بفرمایید. سلام خانم دکتر، شما مرسی عزیزم، بفرمایید. من باید جور اعتیاد کربوهیدرات دارم. کربوهیدرات زیاد میخورین؟ بله. چیکار دارم؟ بیماری قند دارین؟ بیماری قند دارین؟ نخه. پس باید بدنتون تمیز شه. الان براتون میگم. دوست عزیزی گفتن که زنجبیل و آبشو بگین. البته یادتون باشین زنجبیل تمام خاصیتی خوبی که داره، اول بگم کسی که تبش گرمه نمیتونه زیاد بخوره. چرا؟ چون زنجبیل گرمه. از طرفی زنجبیل برای تیروئید خوبه، زنجبیل برای آرتروز خوبه، زنجبیل مینرال فراوون داره، زنجبیل برای البته اگه با یه مقداری برای گلو درد فوق العاده خوبه. موقعی که مریض میشیم میتونیم زنجبیل رو رنده کنیم، آبش رو بگیریم، با یه مقدار خیلی کم لیمو رو بچکنیم توش و اینو بخوریم، سریع هم بخوریم، واقعا مؤثره. روزی چند بار این کارو بکنیم موقع سرماخوردگی بسیار عالیه، چون هم ویتامین سی بهمون میرسه، هم گرما میرسه و این چیزها رو از بدن سریعتر خارج میکنه، آدم عرق میکنه سریع و این مواد اضافی از بدن سریع خارج میشه. خب ولی باید حواستون باشه بیشتر از یه حدی نمیتونین بخورین. در مورد خانمی که گفتن چشم راستشون، ببینید کسی که بیماری قند داره، بیماری قند اول رو چشم اثر میذاره، خیلی باید مواظب باشین، همیشه باید برین دکتر. الان هم این ناراحتی که دارین حتما باید برین دکتر. اگر یه دکتری متوجه نشد اومدین خونه باز همون ناراحتی چیزی داره اذیتتون میکنه، چشم شوخی هم نکنید، دو مرتبه برین پیش یه دکتر دیگه، یه عقیده دیگه بگیرین. گیاهانی که برای شما خوبه، آی برایت خوبه و بیلبری خوبه، همینطور ویتامین سی. شما ویتامین سی بیشترین قسمت بدن ما که ویتامین احتیاج داره ویتامین سیه، چشممونه. خب ویتامین سی فوق العاده برای چشممون خوبه، فوق العاده. بنابراین دازج بالا تا میتونید ویتامین سی خوب حتما بگیرید، بخورید. بتا کاروتن براتون خوبه و تمام ویتامین های خوب. همینطور باید تحت نظر دکتر باشید بلافاصله. درود بر شما، بفرمایید. الو بفرمایید. خب ببخشید. درود بر شما، بفرمایید. الو خانم سلام. درود بر شما. سلام عرض کنم. مثلا ببینم این برای تهیه کردن وسیله مال آب و چجوری ما میتونیم تهیه بکنیم؟ این دستگاه آب. دستگاه آب و شما همین الان میتونید به شماره تلفنی که زیر صفحه تلویزیون هست شما زنگ بزنید، مسیج بذارید، شماره تلفن 415. بله 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 415 450 5044. زنگ بزنید، مسیج بذارید، تلفنتون رو برمیگردونم، با هم در این مورد قشنگ صحبت میکنیم. با شما صحبت میکنیم؟ بله با من. با من نه، شما مسیج بذارید، فقط شما مسیج بذارید، من تلفنتون رو برمیگردونم. خیلی ممنون، خواهش میکنم. خانومی که گفتن کربوهیدرات زیاد دوست دارن که بخورن، به این دلیل که بدنشون انگل داره و باید داخل بدنشون تمیز بشه. وقتی که ما به شیرینی هی دلمون میخواد شیرینی بخوریم، هی غذا میخوایم بخوریم، سیریم میخوایم غذا بخوریم، غذا خوردیم دوباره میخوایم بخوریم، مواد نشاسته زیاد میخوایم بخوریم، یکی از نشانه های کثیفی داخل بدنمون هست، انگل های داخل بدنمون هست. باید بدنتون تمیز بشه. میتونین شما با من تماس بگیرین، در این مورد بهتون کمک بکنم. شماره 415 450 5044. درود بر شما، بفرمایید. علیکم. درود بر شما، بفرمایید عزیزم. دکتر میترا. بفرمایید، خواهش میکنم.
حال شما خوب هستید؟ دارم برای شوهرم میخوابه، زبانش خیلی خشک میشه، این برای دلیلش چیه؟ یک، داروی شیمیایی میخورن همسر شما؟ داروهای چون عمل سرجری هارت اوپن بله کرده، بعد دوا بخوره. خب یک دلیلش اینه. آیا شب که میخوابن دهنشون بازه؟ دهنشون باز میخوابه بله. بله خب این دوتا دلیل بر خوش شدن دهانشونه. یک، با دهن نفس میکشن موقع خواب دهنشون باز میمونه. دو، به خاطر داروهای شیمیایی. البته یه چیزایی دارن دکترها میدن که میبندن و دهن باز نمیمونه، البته اگه بتونن از دماغ نفس بکشن بهشون کمک میکنه. این ممنون. خواهش ممنون. درود بر شما، بفرمایید. الو، درود بر شما، بفرمایید. شب شما بخیر. شب شما بخیر، بفرمایید جانم. شبها پاتون میسوزه؟ شما خواهش میکنم. باشه، بیماری قند دارین؟ الو، درود بر شما، بفرمایید. الو جانم، بفرمایید. میخواستم به این زنجبیل به انگلیسی چی میشه؟ جینجر. چی؟ جینجر، GINGER. اوکی، مرسی. خب خانمی زنگ زده بودن گفتن که شکمشون بزرگه. ببینید، وقتی که یک قسمتی از بدن ما بزرگتر از قسمت‌های دیگه بدن ما هست و بدنمون نامیزون میشه، ما باید ورزش موضعی بکنیم. ببینید قسمت‌های مختلف ورزش چیه؟ اول بدنتون رو میکشین، نرمش میکنین که موقع ورزش اذیت آزار نبینید، بعد آروم آروم بعد از اینکه حسابی نرمش کردین سرعت رو میبرین بالا، خب، و ضربان قلب رو میبرین بالا حسابی، بعد از اون آروم میایین پایین، و بعد از اینکه خب حالا مثلا 20 دقیقه این کارو کردین، یه روب این کارو کردین، ورزش‌های زمینی می‌کنین. باید فلور، به قول آمریکایی‌ها فلور اکسرسایز. باید، یعنی نو پین نو گین. باید حتما ورزش زمینی بکنید. برای شکم و پهلوهاتون باید ورزش کنین و درست باید انجام بدین. من 90% کسایی رو که می‌بینم برای شکمشون و پهلوهاشون ورزش میکنن یا نرمش میکنن، اشتباه دارن کار میکنن. یعنی نه تنها اون قسمت شکم و پهلو کوچیک نمیشه، بلکه بعد اثر مرور زمان یه ناراحتی هم به وجود میاد. خب باید درست انجام بدین و از 5 تا روزی از هر قسمتش که میکنید، 5-6 حالت به خصوص داره، از 5 تا هر حالت رو شروع کنین، برسونین به 50 تا هر حالتی، یعنی دیگه به 300 تا 400 تا 500 تا زیاد نیست، 10 دقیقه بیشتر طول نمیکشه برسونید. اون وقت درد داره، همچین چیز راحتی نیست. بله، نو پین نو گین، یه مثالی تو این کشور میزنن. باید حتما دردشو بکشین، بعد آروم آروم ماهیچه ها میاد و چربی ها حل میشه. قسمت پهلوها و شکم سخت ترین و مشکل ترین حالتهای ورزشی رو باید انجام بدین، چون بسیار بسیار سمجن و به این زودی از بدن ما خارج نمیشن. درود بر شما، بفرمایید. الو جانم، بفرمایید. سلام خانم دکتر، خسته نباشید. مرسی، بفرمایید. چند ماهی است من سر درد دارم، دو طرف پیش میم داغ میشه و نبض میزنید. خب این علتش چیه؟ راه درمانش چیه؟ خب ببینید، آخه شما از ایران زنگ میزنید؟ نه، از امریکا زنگ میزنید؟ پس خب دو طرف پیشونیتون گفتین درد میگیره، میزنه و سرتون درد میگیره، درسته؟ بله. الان براتون میگم. ببینید، وقتی که من سرم درد میگیره، سردرد میتونه بی نهایت دلیل داشته باشه. شما باید ببینید چه موقع هایی سرتون درد میگیره. آیا کم خوابیدین؟
آیا غذا نخوردین؟ آیا نوتریشن کافی به بدنتون نمیرسه؟ ویتامین و پروتئین و مواد معدنی کم به بدنتون میرسه؟ بد غذایی میکنین؟ انقدر سرتون شلوغ از صبح که از خونه میزنین بیرون تا ساعت 8-9 شب گاهی اوقات وقت نمیکنین حتی آب بخورین؟ اینا همه باعثشه، عصبانی هستین، تیرویدتون خوب کار نمیکنه، بدنتون تمیز نیست، بدنتون انگل داره، کبدتون درست کار نمیکنه، تمام اینا میتونه، روده هاتون درست کار نمیکنه، همه اینا میتونه سردرد باشه، میگرن دارین یا ناراحتی های دیگه. پس دلیل خاصی هیچکی نیست، اصلا امکان نداره یه دلیل برای سردرد باشه. و بهترین کسی که میتونه جواب اینو بده مالش خودتونین. بعد ببینین چرا سرتون چه موقع، یا صبح که از خواب پا میشین سرتون درد میگیره، یا غروب ها خسته این، یعنی جوابشو شما باید بدونید چیه، من بهتون کمک کنم. ولی هر کدوم از اینا میتونه باشه، اصلا شاید چشتون ضعیفه واقعا، یا بیماری قند دارین، همه اینا میتونه باشه. درود بر شما، بفرمایید. الو جانم بفرمایید. سلام علیکم خانم، خسته نباشید. مرسی. بله خیلی ممنون که این دستور چیز جنجر رو دادین، چون قابل اطمینانه و همه میتونن استفاده کنن. شما این وسط دیگه دلال نیستین که چیز رو بفروشین و دو به حساب کنین و بعد از تاریخ گذشته باشه. بله خواهش میکنم. خواهش میکنم. درود بر شما، بفرمایید. سلام خانم، شب خواهش میکنم. شب شما بخیر جانم. خانم دکتر، من خیلی پاهام میسوزه، سوزش داره تا ساق پام تا پهلوام تا تو شکم، یه موقع میزنه سوزش زیاد. یعنی بدنتون تمام سوزش داره؟ بله، ساق پام، کف پام. شما چند سالتونه؟ تقریبا 75. ناراحتی دارین؟ دارو میخورین برای ناراحتی که دارین؟ بله ناراحتی، من دو دفعه خوردم سمی که مدم شکسته، عمل کردم ولی قبل از عملم میسوخته، الانم میسوزه. خب ببینم، شما بیماری قند دارین؟ دارم ولی زیاد بالا نیستش. خب برید پیش دکترتون ببینید سوزش. خیلی دوا بهم داده اشتر. دوا داده؟ نه تأثیر نداشته. خب بذارید از تلویزیون گوش کنید. ببینید وقتی که بدن میسوزه، یکی از اولین دلیلش ناراحتی قنده، به دلیل اینکه بیماری قند به عصبهای بدن، به رگهای بدن و صدمه میزنه. خب این به این دلیله که میسوزه اکثرا. گاهی اوقات حالت خواب رفتگی هستن و کرخ شدن به دست میاد. دوم میتونه از ناراحتی های کلیه باشه. خب حتما کلیتون رو چک بکنید. ناراحتی کلیه باعث سوزش بدن هم میشه. بعد میتونه تیروئیدتون باشه حتی. ولی شما گفتین الانم که کمرتون شکسته و اینا، حتما برای راه رفتنتون کمه. ولی بیماری قند اولین چیزه. و بعد هم حتما تمیزی داخل بدنه که باید حتما انجام بدید، ولی کلیتون هم چک بکنید علاوه بر اون. درود بر شما، بفرمایید. الو بله سلام. درود بر شما جانم. میخواستم بپرسم خانم ذکریایی، من صبح که بلند میشم یه ور سرم خیلی درد شدید دارم، بی اندازه هم درد دارم و دندونم و گوشم و همه درد میگیره. شما میگرن داشتین قبلا؟ نمیدونم والا، خودم هم نمیدونم چیه. نه این که میگرن نیست اگه هر روز درد میکنه، ولی معمولا شما قبلا داشتین؟ دکتر بهم نگفته که میگرن دارم. آره البته میگرن به این، یعنی اگه داشتین خودتون میدونستین، چون دردش انقدر طاقت فرسا. هم دندونم هم گوشم هم یه ور سرم درد میگیره. خب اینو دکتر رفتید؟ رفتم ولی مدت ها پیش دیگه نرفتم. الان چند وقته که این درد رو دارین؟ خیلی ساله. یعنی هر روز صبح از خواب پا میشین یه طرف صورتتون، چش و دندون و گوش و اینا همه درد میکنه؟ درد شدید. خب این میتونه اصلا گوشتون چرک داشته باشه. رفتم برای گوشم، گفتش از گوشم نیست، دندونم هم رفتم. نه از گوشتونه، نه دندونتونه، نه چشتونه. چشتون هم سالمه.
از سرتونم MRI و اینا کردن گفتن سالمه. دو تا دندونم هم کشیدم گفتم شاید از دندونم، ولی از دندونم نبودش، اشتباه کردم که دندونو کشتم. ولی خب دندونو حتما اگه چرک نداشت یا خراب نبود کشیدن؟ بله گفت ترک خورده. آه کی؟ آه اوکی. $2000 پول گرفت. اوکی باشه، بذارین از تلویزیون گوش کنین لطفا. ببینید بازم میگم سردرد، حالا در مورد شما اگر MRI هم چیزی نشون نده، شما باید دید که آیا چند سالتونه و آیا ویتامین های بدنتون. ببینید وقتی که بدن من آن بالانس باشه، یعنی همه چیزش به اندازه نباشه، هر دردی و هر ناراحتی میتونه به وجود بیاد. وقتی که ما تا یه سنی هم بدنمون بیشتر ویتامین تولید میکنه، هم هر چیزی رو که میخوریم بهتر جذب میکنیم، هم از نظر مواد غذایی بهتر جذب میکنیم، هم مثلا ویتامینی که میخوریم یا هر چیزی رو. سن که میره بالاتر هم جذبمون ضعیفتر میشه، هم بدن کمتر ترشح میکنه. این باعث میشه که ناراحتی های زیاد به وجود میاد. خب خیلی ها رو من دارم که یه دردی تو رودهشون داشتن، خانمی بود همیشه این درد انقدر بود هر کاری هم کردن نرفت، گفتش دیگه من باید با این درد بسازم دیگه، مثل آرتروز مثلا، ولی تو رودهش بود. میگفت خب دیگه عادت باید بکنم به این درد، که همینطوری برای چیز دیگه اومده بود پیش من و ما صحبت میکردیم. بدنش باید تمیز میشد، بدن رو تمیز کردیم، داخل بدن رو کاملا، و اون دردم رفت. خب اون دردم امراش رفت. حالا میتونه چیزی باشه، یه گوشه تو رودش بوده باشه از بین رفت. در مورد شما هم همینطور. شما اگر کسی تمام مینرال ها رو میگیره، اگر کسی تمام ویتامین ها رو میگیره، کلسیم خوب میگیره، دیتریش پایین نیست. دیتری خیلی موثره خانم توی سلامتی، فوق العاده مهمه. خب دیتری خوب بخوره، ویتامین و مینرال خوب بخوره، نه اینکه من اگر میگم دیتری خوبه کلسیم خوبه خودش بره بخره. از من نه، از هر کسی که رشتش نچراله بره بپرسه، یا از خود اون طرف بگیره، یا بدون مارکی رو که اون طرف بهش گفت. ببینید درست مثل این که من بخوام یه لباس، یه کت برای خودم بدوزم، همه میگن کت مثلا زرشکی خیلی خوبه، این مدلی باید دوخته بشه، من برم یه پارچه بگیرم بخوام برای خودم کت بپوشم، درست کنم بپوشم، یعنی اصلا غیر ممکنه. هر کسی کاری رو باید بکنه که رشتشه. همونطوری که برای ناراحتیای که به MD مربوطه باید اونا داروهای خودشون رو بمیسن از دواخونه بگیرین، در مورد نوع ویتامین ها، نوع مینرال ها و چی براتون لازم داره با یه متخصص این رشته خواهش میکنم صحبت بکنه. حالا نه من، منظورم خود من نیست، با هر کسی که تو این رشته است. اگر ویتامینی خوبه، اگر من میگم ویتامین سی خوبه، اگر میگم دیتری خوبه، با کسی صحبت کنین تو این رشته است بهتون بده، مخصوصا در مورد کلسیم و ویتامین دیتری، چون توی چند سال ناراحتی برامون پیش میاد که نمیتونیم اونو برگردونیم به حالت اولیه. خواهش میکنم. درود بر شما، بفرمایید. درود بر شما، بفرمایید. بله عزیزم، این تلفن ها نمیدونم چجوری شد صدای شما رو من دیر میشنوم. جانم بفرمایید. خانم دکتر من قند خون دارم. اول که سلام. درود باشه. من قند خون دارم به مدت 4 سال هست که 14 سال هست که قند خون دارم. اولین دفعه هم که تشخیص دادم 20 بود که دیگه من همجور به من دارو دادن و اینا که اومد پایین، گازختی هم دیگه بالا. وقت من در زم کبدم هم 36 داره، گفتن 20% از کبدت کار نمی کنه، ولی من مرتب تحت نظر هستم و خیلی خودم هم مراعات می کنم عالی. و بیشترم سبزیجات می خورم. تازگی به من گفتن که کبدت داره خودشو ترمیم می کنه. مطمئنم. من حالا 4 ماه هست که سرفه خیلی بدجور می کنم، آزمایش دادم، سیتی اسکن گرفتم و هیچ تغییری نکرده بود، هرچی دوام بهم دادن هیچ تغییری نکرده و من الان 2 هفته است که این دونه چپا چیا هست که میخورم
صبح ناشتا یه قاشق مرباخوری میخورم یه کمی بهتر شده و نمیدونم حالا چی کار کنم و دست و پا و انگشتای دست و انگشتای پا من مرتب مورمور میشه و از زانو به پایینم خیلی درد میکنه که اصلا شب این استخون پام درد میکنه که خوابم نمیبره و چیز هم مثل کسایی که سرما خوردن یا آنفولانزا گرفتن اینجوری هستم. حالا نمیدونم قندتون الان چنده؟ ناشتا چون رعایت میکنم مرتب الان صبح که از خواب بلند میشم 5 یا 5:30 بعد 2 ساعت بعدش میشه مثلا 7 بعد از غذا منظورتونه بعد از غذا اصلا صبح نمیخورم یه فقط یه تکه کوچولو نون میخورم به خاطر که بله بیهوش نشین بله شما انسولین میزنین؟ انسولین میزنین؟ بله انسولین میزنم اونم به خاطر این که هر نوع قرصی به من میدادن کار نمیکرد راحت میکرد حتی یه دوبارم رفتم چیز کردم اندوسکوپی کردم گفتن نه هیچ نیست خوبه و فلان اینا ولی به خاطر گفتن شاید خب ببینید یه مقدار زیادی از تلویزیون لطفا گوش کنین یه مقدار زیاد از شما همه رو گفتین خیلی زیاد شد یادم رفت همش ولی مقدار زیادی از ناراحتی هایی که گفتین مربوط به قندتون میشه درسته که انسولین میزنین و تحت کنترله ولی که بیماری وجود داره اون قند وجود داره و مخصوصا الان شما انسولین هم میزنین و اذیت میکنه گفتم اولین کاری که میکنه رو چشتون رو قلبتون و رگهای عصبیتون اثر میذاره به این دلیل خیلی از این دردها مربوط به اون میشه سورایسس هم که دارین لیور سورایسس ولی دارین خیلی کار رو درست انجام میدین که داره خودش ترمیم میکنه خودش رو بسیار بسیار عالیه دیگه خودتون میدونین که چه چیزایی باید بخورین بنابراین احتیاج نیست که من بگم و من مطمئنم که لبنیات و شکر و این چیزا رو نمیخورین کافئین هم نمیخورین هر چیزی که کار کبد رو زیاد کنه نمیخوره ولی کن یکی از چیزایی که حتما توی برنامه غذاییتون بذارید پیدا کنین چه کلی روت ریشه کاسنی بیابانیه چون درست مثل یک کبدی همراه شما کار میکنه فوق العاده براتون خوبه حتما میدونین که دندلاین خوبه اگر که ناراحتی عصبی ندارین و داروهای عصبی نمیخورین چون اگه اونطوری باشه نمیتونین بخورین یادتون باشه همه چیز برای همه ما نیست ولی اگر هست بعد اون نیچر نکتر رو که صحبتشو میکنم اون گیاه براتون فوق العاده خوبه و آلفا لیپویک اسید نمیتونین بخورین به دلیل اینکه انسولین میزنین و الان میگفتم حتما تهیه کنین درود بر شما بفرمایید سلام درود بر شما جانم بفرمایید من خواستم خواهش کنم خواست رازیانه رو لطفا بر من بگید و به انگلیسی چی میشه رازیانه چشم حتما میشه انیس درود بر شما بفرمایید سلام از کردم میشه با خانم دکتر صحبت کرد بفرمایید بفرمایید خانم آقا بله من مدتی آب چغندر و هویج و سیب رو میگیرم و میخورم خواستم ببینم این در مرور زمان که آدم حدود مثلا 6 روز در هفته این آب رو میخورم این دیابتیز بندازه چون شکر داره یا اینکه نسبت به شکرهای دیگه که مثلا کوکاکولا و اون چیزهایی که نمیخورم این بدن میتونه راحت بسوزونه این شکر رو سوال من این بود یعنی نگرانی اینه که چون این چغندر و سیبینا درست شکر دارن آیا برای بدن بده دیابتیز میندازه یا نه خب شما تو خانوادتون بیماری قند هست شاید من فکر کنم یکی از بابا بزرگام داشتن خب پدرتون مادرتون خاله عمه دایی ندارن شما خودتون چند سالتونه حدود زیر 50 حدود زیر 50 باشه گوش کنید الان براتون میگم ببینید بدن شما داره میسوزونه نه این وقتی که بیماری قند نداری اینا بیماری قند نمیاره خب نه میسوزونین و مطمئنم که ورزشتون هم میکنین آب خوب هم میخورید
حالا میتونین یه کوچولو هم توش جینجر هم بندازین و یه شاخه کوچولو هم کرفس هم توش بندازین، فصل انار بزن. ولی الان شما گفتین آبشو میگیرین. من زیاد با آب میوه‌جات و سبزیجات موافق نیستم، یعنی اصلا موافق نیستم. همین کاری که میکنید و بکنید بلندش بکنید. شاید بلند میکنید روی عادت گفتین آب میوه‌جات آب سبزی، حتما بلندش میکنین که همه چیزای میوه و سبزی رو بخورین، هیچ چیز رو به عنوان توفاله دور نمیریزین، چون اون نیرو که ما آب میگیریم و میندازیم دور قسمت خوب میوه و سبزیه. خانم آقایون هیچ وقت این کارا خواهش میکنم نکنید. و درباره انیس رازیانه داشتیم میپرسیدین که وقت منم تموم شده، سریع جواب میدم به کسایی هم که رو خط هستن جواب میدم. اون هورمون زنانه بسیار بالایی داره، یکی از چون خانم هستین این اصلی ترینش رو گفتم براتون، و همینطور برای معده خوبه، نه همینطور جلوی بوی بد دهان رو میگیره. میتونین به صورت دانه هاشو تو دهن بجوید و بعدم هورت بدین، هم بوی بد دهان رو میگیره، به هضم غذا کمک میکنه و خاصیتش یکی از خواص خوبش همون هورمون زنانه است که داره. من به این خطها جواب میدم، مطمئنم قطع نکنید. فقط خواستم آقای رئیس اتاق فرمان رو ناراحتشون نکنم. بنابراین تا هفته آینده شما رو به دستای نازنین خداوند میسپارم. مواظب خودتون باشین، ایام خوشتون رو، ایام خوشی رو براتون آرزو میکنم. Say goodbye to your pain. Find your health and happiness in Dr. Mitra's 100% certified organic products. Dr. Mitra's products reduce the risk of multiple illnesses, from children to the elderly. Ships worldwide. Leave your health and happiness in the hands of Dr. Mitra. Or reach us at www.mitrahealth.com. For more information or to order, please call us at area code 415-450-5044. आप कहीं भी हो, किसी भी हालात में हो, अपनी जिंदगी में सुकून और आराम लाइए। खूबसूरती और जवानी आपका हक है। आपकी जिंदगी के सफर में खूबसूरती और खुशहाली बांटने में डॉक्टर मित्रा ज़कारियाई हमेशा आपके साथ रहेंगे।